به نام خدا، به طور زنده و مستقیم بیننده تلویزیون نگاه هستیم. انتخابات افغانستان، البته دومین دور انتخابات پارلمانی، به تاریخ 27 سنبله 1389 برگزار شد. نتایج انتخابات هم به شکل مقدماتی در چندین روز از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلام گردید، ولی با آن هم در یکی دو روز گذشته ما شاهد نتایج مقدماتی 100% از آرا از تمامی ولایت افغانستان شدیم. در کل کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نیز از بسته شدن چندین صد محلات رایدهی خبر دادند و بسیاری از آرا نیز از جانب کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی قرنطین گردید. در کل نظریات، شورش‌ها، گفتگوها در ذهنیت‌های تمامی مردم افغانستان، بالخصوص آگاهین امور سیاسی و آن در اعضای از مجلس نمایندگان که در لست مقدماتی که از جانب کمیسیون اعلان شده اسمایشان شامل نیستن، در مورد این نتایج نظریات گوناگونی وجود دارد. در کل خواستیم روی از این وضعیت ها صحبت داشته باشیم و در این بحث آقای رحمان اوغلی، عضو مجلس نمایندگان، پوهندوی عبدالمنیر نگاه، نامزد مجلس نمایندگان، البته تا حال همچون نتایج مقدماتی است و کسی چیزی گفتن نمیتونه. این دوست عزیز خود البته در این بحث با خود داریم و سپاسگزار هستیم از شما. با اجازه شما دوستان میخواستم آغازگر برنامه شویم. آقای اوغلی، میشه در کل اگر آنچه به عنوان نتایج 100% مقدماتی از جانب کمیسیون مستقل انتخابات اعلان شده اشاره داشته باشید؟ شما به نام خدا. اول اینکه تدویر انتخابات به عنوان یک ملزمه، یک پروسه دموکراتیک در انتقال قدرت ها در کشورهای دموکراتیک و یا در جوامع انسانی دموکراتیک مورد آزمایش جدی قرار گرفته و پیامد و تبعات آن برای هر کشوری با در نظر داشت ویژگی های کلتوری و فرهنگی آن طبیعتا متفاوت بوده و با در نظر داشتیم که افغانستان هم داره قدم هایی را در راه دموکراتیزه ساختن حیات اجتماعی کشور برمی دارد، تدبیر انتخابات به صورت کل می توان یک دستاورد محسوب شود. اما اینکه این انتخابات چگونه تدبیر شود با شرایط، کاراکتریستیک و ویژگی های لازمه که به عنوان یک پدیده دموکراتیک تعریف شده با اون شکلش یا با اون شکلی که کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات که در سال پار انتخابات ریاست جمهوری را برپا کرد و امسال هم انتخابات پارلمانی را، با در نظر داشته چگونگی تدویر انتخابات البته که می توانیم در موردش صحبت بکنیم. اما این انتخابات خب به قول آقای معنوی انتخابات بسیار خوب و به قول مردم افغانستان و به قول بسیاری از منتقدان دولت یک مضحکه می توانه بوده باشد، چون که این مضحکه نه تنها شیوه ها، اصول ها و پروسه های دموکراتیک را در افغانستان نتوانست رعایت بکنه، بلکه مردم افغانستان را به ارزش های دموکراتیک، به اصول های دموکراتیک میتوانه از آن بهره ببره بی باور ساخت. خب اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، خب آنگونه که بسیاری ها به این نظر هستند، نتایج مهندسی شده جانب آقای معنوی و همکاران محترمشان با اشاره و ایمای مقام ریاست جمهوری آقای کرزی هست، چون که یقینا کسانی که در این کشور زندگی می کنند و حداقل 30 سال زندگی سیاسی اخیر را تجربه کردند به خوبی می دانند آنگاهی که قدمی در راستای منفعتی برداشته شود یقینا می توانند درک بکنند یا می توانند از مسئله آگاه شوند که این همه قدم ها برای چی برداشته می شود. چون که حداقل شما در نتایج ابتدایی انتخابات پارلمانی امسال با کنار گذاشته شدن تمامی افراد روشن فکر را از تمامی احزاب سیاسی در چشم اول نگاه به نتایج ابتدایی انتخابات می بینین، چون که بسیاری از چهره های مطرح در این کشور
که حرفی برای گفتن برای مردم افغانستان، برای جامعه سیاسی آگاه افغانستان داشتند، از لیست ها و گونه ای حذف شده اند. و در پهلوی آن یقینا ما با آدرس همه نامزدان جدیدی که آمدند و یا نامزدانی که از قبل اعضای پارلمان بودند و حالا بار دیگر راه یافتند، یک چنین ادعایی را نمیتوانم مطرح بکنم. اما اکثریت نتایج یا اکثریت اعضایی که در نتایج ابتدای انتخابات اسمایشان درج شده، یا جنگ سالار هستند و یا متعلق به جنگ سالاران و ناقضین حقوق بشر که اندکترین فهم و شعور سیاسی در مورد عملکردها و فعالیت یک دولت یک ملت دارند. خب از نمایندگان محترم ولسی جرگه که خود را در دور دوم هم کاندید کرده بودند، یک بر سوم حصه این اعضا و مجلس نمایندگان دور دوم هم رای یافتند. یقینا مردم افغانستان خودشان قضاوت بکنند که خب حداقل 90% این نمایندگان کسانی هستند که همیشه به ایما و اشاره ارگ ریاست جمهوری آقای کرزی نگاه کردند. با شما برمیگردم آقای قلی. جناب استاد سیب، شما میشه در کل اشاره بکنین روی وضعیت انتخابات در مجموع؟ آنچه شد صورت گرفت، انتخابات با پایان یافت، نتایج هم به شکل ابتدایی از او فعلا از جانب کمیسیون اعلام شده و این هم در ذهنیت مردم افرادی که البته در این لست ها جای گرفته طور وانمود میشه که کمیسیون شکایات انتخاباتی مدتی که به او تعیین شده تا تمام شکایات بررسی بکنه و کار بکنه و پس از او تصمیم بگیرن که آیا می لست باقی خواهد ماند یا خیر، اینا هیچ تغییری نخواهد تانستن بیارن در این لست، چون لست اعلان شده و میگن این البته به نظر گونه ای از افراد یک بهانه است و سپری کردن چند روز است از جانب کمیسیون شکایت انتخاباتی. شما در کل چی دید دارید درباره اش؟ به نام خدا، خدمت شما و بیننده‌های شما عرض شد که ما در مجموع کدام انتظاری را از کمیسیون مستقل انتخابات نداریم، چه کمیسیون سم شکایاتش و چی افراد و اشخاص دیگه‌اش که در رأس کار قرار دارند. ما خودم شاهد صحنه های بسیار تند و تلخی در روز رای دهی بودم. حتی با آقای شریفی و کسای دیگه که حالا صدای مرا میشنون، ما تلفنی امرایشان تماس گرفتم، برشان گفتم که نابسامانی اوج گرفته و تمام ان سایت ها تقریبا خریداری شده معلوم میشه، اما کسی به صدای ما گوش نگرد و اصلا توجهی وجود نداره. چه گفته حالا میتونم که من چشم برا باشم که کمیسیون سم شکایات چند روز بعد نتایج دیگری را اعلان میکنه. من فکر میکنم که با اینمی چیزی را که فعلا اینا فیصله کردن و افراد و اشخاصی را که روی لست آوردن، این همان لستی است که از قبل تهیه شده بوده و دکته شده بوده و روی چهار ورق کاغذ ریختن و بر روی مردم هم شناختاندنش و از این بیش دیگه من توقعی ندارم. نظر شخصی خودم. خب ای که مردم چرا؟ مردم چشم برای ازی هستن، حتما چشم برای ازی هستن که نتایج آخری چه خواهد بود بعد ازی که کمیسیون سم شکایاتی را زیر رو میکنه، ارزیابی میکنه، آیا کسی در این کم و زیاد میشه یا نمیشه. خوب اگر کسی کم شوه و یا زیاد شوه، به نظر ما تا جایی که ما ازش آگاهی دارم، ممکن افراد درد بخور بیشتر جا به جا شوه و اون که کمتر است و حالا بالایشان قدر حساب نمیشه، او جای خود را رها کنه. همینطور یک چیزی ممکن شوه. خوب قسمت دیگه از پرسشتان بسیار جالب بود. بسیار از مردم هستند که رای دادن. ببینین آقای اولی چقدر خوب تماس منطقی گرفتن. گفتن ما برای آوردن یک دموکراسی در افغانستان چگونه باید تلاش بکنیم. یک اشارگه که بسیار خوبش دادن. شما برای نهادی نساختن این دموکراسی از کجاها میخواین آغاز کنین؟ چرا نقش احزاب را ضعیف گرفتین؟ کسانی که در اینجا خود را کاندید کرده بود از طریق احزاب، شما بنگرین به تمام ازی و سر و پای ازی یک نفرم نیامده.
پس معلوم میشه که هیچ وقعی به دموکراسی داده نشده. مردمی که رای دادن به این چند تا کسی که من هم لستش پشتیم است، همین مردم خودشان چه وقت سر به گریبان خواد کردن؟ اگر واقعیتشم چنین نیست که ما بگویم سراپا دش خیانت شده و ممکن کسانی هم در میانش باشه که رای بردن، اما اون کسانی که رای بردن ما بر از اونا حرفی نداریم، گپی هم نداریم امرشان، اما کسانی که رای نبردن و رای گرفتن با اونا حرف ما هست که اونا چرا خودشان سر به گریبان نمی کنن؟ خودشان به این نمی اندیشن که 4 نفر مفکر و روشن فکر و افراد خبیر آگاه به پارلمان را پیدا کنن تا افغانستان را بتانه به شاهرهای ترقی و تعالی ببره؟ بسیار خوب جناب اوغلی صاحب، قسمی که ما از جانب کمیسیون اطلاع حاصل کردیم و همه مردم می دانن، هر روز تعداد آرای قرنطینه شده به طرف افزایش میره و روز به روز مراکز کارای از قرنطینه میشه افزود شده میره. البته اعلانی که از جانب کمیسیون صورت میگیره، شما در کل در چی دید میبینید؟ آیا در ردیف آرای قرنطینه شده رای واقعی مردم هم تلف نشده؟ ببینید، هر پدیده دموکراتیک از آن جمله انتخابات از خیش تعریفی و توصیفی داره که باید مشخص شود. یک انتخابات را وقتی میتوان دموکراتیک نامید که سری بوده باشه، مستقیم بوده باشه، عمومی و عادلانه بوده باشه. در کشوری که زنانش اجازه بیرون رفتن از خانه ندارند، گویا در انتخابات بیشتر از مردان در مناطق بدامن اشتراک میکنند که بسیار مسخره و مضحکه است. و در پهلوی از او یقیناً کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات که بسیاری از پولهای وارد شده با آدرس مردم افغانستان را با بی‌مسئولیتی تمام حیف و میل کرده، به این نندیشیده که چگونگی شرکت مردم در انتخابات باید چگونه واقع شود. در شرایطی که در روز تدویر انتخابات کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات اعلان میکنه که حدود 4 میلیون، یعنی که کمتر از 4 میلیون به پای صندوقهای انتخابات رفتند، در حالی که عملا اگر حضور زنان را آنگونه که به آدرس این زنان بیچاره در سایت‌ها و مراکز تمامی کشور تقلب شد نادیده بگیرین، حداقل 2 میلیون انسان، 2 میلیون مرد و زن به پای صندوق‌های انتخابات رفته باشند. و آنگاهی که حدود 1,300,000 رأی این همه مردم باطل شده باشه، چه تعدادی چه ارقامی در صندوق‌های انتخاباتی باقی میمانه و این باقی مانده آرا چگونه میتوانه مشروعیت انتخابات را زیر سوال نبره؟